دوستان عزیز در مورد اینکه خیلی مطرح شد آیا جواد ظریف جاسوس جاسوس نیست یا تیم روحانی جاسوسن جاسوس نیستن اصلا زیاد شد و خب ما سندی نداریم ولی من در چارچوب ژورنالیستی میگم آقا یک کسی اگر جواد ظریف مثلا این کارهایی که اقداماتی که میکنه من یه سوال دارم اگه یک جاسوس رو تربیت میکردن چه باید میکرد که جواد ظریف اون کار رو نکرده یا آقای جواد ظریف چیکار باید میکرد یک جاسوس نمیکنه تمام کارهایی که آقای جواد ظریف میکنه بهش میگن جاسوسی هوشمند آقای جواد ظریف در فروردین امسال که فهمید که بحث شانگهای داره جدی میشه پالس میفرسته خب آمریکایی‌ها خیلی نگران بودن در مورد اینکه ایران داره عضو شانکایی میشه و آمریکایی‌ها بسیار نگران و جواد ظریف همونطور که میخونید مینویسه که بیارم عکسشو سند همکاری با چین بدون حل بدون حل شدن برجام و FATF به جایی نمیرسد تو دل دولت های رئیسی رو خالی میکنه خودشون هم تو دوره خودشون هیچ اقدامی در این حوزه نمیکنن بعدم در کلاب هاوس هم برمیگرده میگه که آقا قرارداد 25 ساله به با چین هم حتی به برجام و FATF مربوطه و اگه اونا حل نشه قرارداد 25 ساله هم به جایی نمیرسه و این در حقیقت آمریکایی تو شوک بودن که آقا ما فشار حد آوردیم علی ایران ایرانه داره میره قرارداد 25 ساله با چین میبنده از این ور داره میره عضو پیمان شانگهای بشه چه این میاد دلداری میره به آمریکا میگه چرا شوکه شدید نه نمیتونه و فلان و شما اینقدر دست باچه نباشید و سریع میخواد ها رو بهشون پالس بفرسته هنوز اهرم فشار دست شما آمریکایاس اف ای, تی ای اف برجام اینا اهرم های فشاری که دست شماست و خیلی جالبه تا همین چند هفته پیشم یه همچین محتوایی چند هفته پیش هم تا همین هفته پیش میگم چند هفته پیش و همین هفته پیشم هم یه همچین حرفایی رو شما میدیدید در رسانه ها و روزنامه های اصلاح طلب که یه همچین برخورد هایی رو دارن میکنن و این صحبت ها صحبت است که بالا جدی است این نو پالس فرستادن یا یعنی اینکه شما سر آقای قاسم سلیمانی برگردید بگید که نه قاسم سلیمانی در حقیقت سیاست های خارجی رو داره میچینه پالس اینجوری تو مصاحبه بدی یعنی چی آیا آمریکا ما میخوایم با تا کنار بیایم قاسم سلیمانی جلو رو گرفته یعنی قاسم سلیمانی رو ترور کنید اینها مسائلیه که نمیشه آقای جواد ظریف مثلا بگیم آقا اینا یه دیپلمات سادن ارو بیشوری دارن فقط این کارو میکنن چرا بیشعوریه اینا همش به نفع آمریکا آقا چرا یه با شانسی بیشوریشون به نفع ما نمیشه این اون مسائلیه که من یه مقدار بدبین هستم و همواره گفتم به ظریف و دولت آقای روحانی بسیار مشکوکم این یکی از نداشه داشه که برای شکی که آمریکا توش رفته فرستاده میگه آقا اهرام فشار رو شما دارید دا اف ای تی اف برجامه یعنی شما با این اهرام فشار فشار بیارید به روسیه و چین و غیره که روسیه و چین قرارداد 25 ساله یا پیمان شانگهای رو با جمهوری اسلامی رو معلق کنن به نتیجه نرسه اینا خیانت هایی است که این جماعت در تمام هشت سال به خاطر روابط با آمریکا و متحدانش حاضر شدن از منافع ملی ایران بگذرن من تو یک برنامه امروز گفتم گفتم که شما در دوره آقای رئیسی در این سی روز ما ریلگذاری سیاست رو از نگاه به قربگرایی آوردیم و تعویض کردیم به نگاه به منافع ملی نگفتم شرق شرق و غرب نداره گفتم منافع ملی منافع ملی ما شاید تو آفریقا تامین بشه شاید تو ونزوئلا تامین بشه آمریکای لاتین هر جا این یه نگاه دقیقیه منتها شما میبینی آقای ظریف اینا وقتی که اینقدر اصرار میکنن که نه فقط ما باید تو دنیا با اروپا و آمریکا در رأسش و کانادا و اینها ارتباط داشته باشیم یه جایی کار میلنگه و یه جاش میگیم آقا از نگاه پوزش میخوام تا یه جاش میگیم از نگاه غربگرایین در میاد ولی از یه جا به بعد ببینید اختلاف نظر سیاسی گرایش سیاسی اینا ایرادی نداره یکی لیبراله یکی چه میدونم سوسیالیسته نگاه های مارکسیستی داره بالاخره ایدولوژی مختلفن مختلف هن. ایراد اونجایی پیدا میشه تو در راستای منافع کشوری دیگری علیه منافع کشور خودت اقدام کنی من یک سوال جدی دارم آقای جواد ظریف چیکار باید میکرد که مساق بارز این مثال باشه که برای منافع ملی آمریکا علیه منافع ملی ایران کار کرده من شاید میخور نگام تنده نمیدونم دوستان نظرشون چیه واقعا یه کامنتی بدن این دعوای ما با این جماعت تفاوت نگاه نیست ببینید ما به ظرف قاطع بگم جنیات اصلاح طلبی چه بخوان چه نخوان در ورطه خیانتن سوال اینجاست متا خیانت اینا از هر منال شمسه چیزی که من یه مقدار شک دارم اینه که آیا این خیانت نا آگاهانه است یا ناآگاهانه یعنی نگاه سازمان فکری اشتباهشون اینا رو کانالیزه کرده در مسیر خیانت یعنی اینکه نه اینا آموزش خیانت دیدن یعنی محل مناقشه اینجاست مگر نه در اصل خیانت نیروهای اصلاح طلب اصلا شک به دل راه ندید اینا خائنند دو تا اینه اینا فریب خورده یا به خاطر اون سازمان فکری اشتباهشون توی مسیر خیانت کانالیزه شدن یا اینکه نه اینا آگاهانه دارن خیانت میکنن دعوا اینجاست و سوال بعد من اینه حالا یکی مثل جواد ظریف تا کجا ما میتونیم بگیم آقا این ناآگاهانه داره خیانت میکنه ناآگاهانه داره موضع میگیره آخه مگه میشه یه بار دو بار سه بار تمام موفقیت های ایران تو بیای تعمه مثلا چیز کنی یه حرکتی بزنی تعمش تلخ بشه مثل ورود بشار اسد یعنی بشار اسد عمر این مرتی که بحران درست کرد میگه چرا به من نگفتید فلان آقا تو هرچی رو ما گفتیم اول آمریکا یا خودت توی همون صدات که در اومده 24 با جان کریجون جون داشتید دل میدادی قلبه آقا شما که با چشم ریز خانم وندی شرمن پیرپاتال مملکت رو به قول خودتون آقای عراقچی فروخته تو تیم شما بوده و ما چه میدونیم پشت صحنه شاید مثلا وندی شرمن یکیشون یک جوانتر باشه به جای چشم ریز لب قنچه بهتون نشون داده باشه دیگه حالا جلوتر بره دیگه هیچی دیگه میترسم چی بگم دیگه نمیخوام به جلوترش فکر کنم وقتی چشم ریزه یه بار چشش ریز کرده یه اشوه پاتالی اومده براتون شما مملکت فروختی لب و قنچه کنن جوانتراشون لب و قنچه کنن چی کار میکنید سوال واقعا اینجاست آقای جواد ظریف شماها چیکار باید میکردید که مساق خیانت نباشید و سوال مردم اینجا دارم واقعا یعنی این, این چیکار باید میکنی شما حتی تو قرارداد ببین این دیگه دستشون رو شد دیگه این حرام لقمه ها 8 سال مملکت رو معطل کردن 8 سال آقا نمیشه فلان اف تحریم برجام چطور ابراهیم رئیس تو سیروس حتی وقتی که ابراهیم رئیس اومده که این کارو بکنه اینا باز پالسشونو رو نگاه کن ارباب دلداری میدن اهرم فشار دست تو آمریکا جون اف, اف و برجام و اینا در تحریم دست تو اینا به جایی نمیرسن آمریکا شک شده بود در فشار حداکثری آمریکا شک شده میگه آقا من فشار حداکثری بودن 10 بار بعد این ایرانی‌ها نابود میشنن چی شد خب فکر غلطی داره اشتباهی محاسباتی داره ولی سوال من اینه جواد ظریف آقا چند بار این بعد مثلا پالس بفرسته به خدا گرا دادن ترور سردار سلیمانی را جواد ظریف داد این قاتل سردار سلیمانیه برید نگاه کنید همه مسائل مشخصه تو همه مسابقه یه جوری برخورد کرده پارس فرستاد خودشان گفت تو همون گفتگوش گفت گو به جان گفتم که تو مسئله میدان که با دیپلماسی م... گفته مسئله میدان با دیپلماسی و هم گره خورده و سلیمانی رئیسه مسئله میدانه یعنی چی یعنی برید آقا این سلیمانی رو را سر راه ور دارید که ما به توافق برسیم گرا داده دیگه یا رو خنگی گرا داده یا رو آگاهی سوال من اینه آقا تا کجا اینا میتونن رو خنگی مثلا هین گرا بدن همین الانم هم آقا ما داریم شانکای شانگهای رو امضا کنیم اینا هی حرف میزنن تو دهن چین و روسیه و کشورهای عضو پیمان شانگهای ببین چجوری بعد پالس بفرسته آقا حالا چین مثلا میگن ارباب بخشیده این شاغلیا نمیبخشن چین میگه آقا من مشکلی ندارم شما اف ای تی امضا نکردید بیا قرارداد 25 ساله کشورهای عضو شانگهای میگن آقا ما بحث اف و تحریم ایران و برجام نیست بیاید باهم هم امضا کنیم توی منطقه ما هم عضو شانگهای این پدر سوخته پارس میفرستادن برای کشورهای عضو پیمان شانگهای برای هند و اینا ای پارس فرستادن نه آقا هند آقا چین آقا روسیه قرارداد نبندی با کشور ما ما اف ای امضا این مساق بارز خیانت نیست کشور داره میره یکی از مهمترین قراردادهای تاریخ خودش رو امضا کنه تو یه همچین چیزایی رو مینویسید یا همچین حرفایی رو میزنید این نامش چیه یکی به من بگه اینا خائنن آقا شک نکنید خائنن به هر حال قربتون برم خدا رو شکر که اینا ببینید یه حرفی رو خمینی زد درست بگو حالا ما دست مثلا حالا اون مشکل داشت با پهلوی‌ها خیلی گفت عدس پهلوی‌ها راحت چنه ولی عدس غرب‌گرا حالا حالا راحت نمیشه ما از دست دولت روحانی راحت شدیم ولی این دولت روحانی اعضاشون تفکرشون در جا به جای مملکت لانه کرده آقا بندازید بیرون کردیدش تو دانشگاه تهرانی اینو یه همچین سازمان فکری و شما فرستادی دانشگاه همچین مغز استعماری و شما فرستادی دانشگاه تهران و نیمون این بچه یه جایی میشه یه دونه کفن میپوشن یه چیز میکنن و مصیبت سر میدن آقا کفن بپوش باشه بر جلو تهران این رفته تو دانشگاه ولی چی ما تو دانشگاه مغز دانشجوهای ما رو مغز کنه خطر جواد ظریف خیلی زیادتر از صهیونیست اینو یادتون باشه سحیونیستی که بیرون مرسامون تهدید میکنه تهش میاد چهار نفر ترور میکنه چهار نفر ترور کرده ده نفر ترور میکنه 20 نفر ترور میکنه این داره مغز جوانای مملکت رو ترور میکنه بعد مغزش که ترور کنه فیزیک تن و انرژی اون تن دیگه میشه علیه کشور این داره دشمن سازی رو از دانشگاه تهران علیه کشور درست میکنه یه همچین سازمان فکری اصلا نباید توی سیستم باشه به قبه خیلی حرف دارم تو این حوزه خیلی هم ناراحتم خدا شاید به حال برنامه رو میبندم قربتون برم واقعا میمونم که این چطور میتونه اینقدر جولان بده تو مملکت ما قدید شما بشم آینده ایران و همتون رو خدا بیسپنم بدرود